باز هم سلام و ارادت خدمت شما دوستان و همراهان بسیار عزیز و محترم غلام سرور دانش که چندین سال معاون دوم اشرف غنی بود و یک پست به صلاحیت را به عنوان یک پست بلند رتبه و امتیاز در واقع به نمایندگی از مردم هزاره گرفته بود و در مدت او سالها جز استخدام چند نفر شیخ ملای از قوم فارغ شده دایکندیوال در دا دفتر خود و اعلام فاتحه نویسی در فیسبوک هیچ کار و عمل دیگه برای کشور و برای مردم هزاره انجام نداد این روزا از او سر دنیا یعنی از جزیره نیوزیلند دورترین نقطه دنیا نسخه نجات افغانستان را پیچیده البته این نسخه هم مال خودش نیست به قول خودش که در صفحه فیسبوک خود نوشته این طرح توسط بابا مزاری در سالهای حیاتش تدوین شده بوده و برای تصحیح و مرور به ایشان فرستاده شده و ایشان هم به عنوان یک امانتدار خوب و ماکم تا مبادا کسی به این متن دستبرد پیدا بکنه اون را در گاو صندوق خود نگه داشتن و تا حال یعنی تا امروز در مورد این طرح و در مورد این نامه یا این نوشته و این متن با هیچ کسی حرف نزده و با هیچ کسی او در میان نگذاشته در طول همه سالها که ایشان در ساختار قدرت حضور داشت و به خصوص در یکی دو سال اخیر که بحث فدرالیزم در بین جامعه افغانستان به خصوص اقوام غیر افغان بسیار داغ بود و مردم و جوانها و کسانی که در این صاحب اندیشه و سخن بودن بحث فدرالیزم را پیشکش میکردند و میگفتند که تنها راه یعنی با توجه به اون ساختار مزایکی افغانستان تنها راه نجات برای افغانستان از این بحران چند یک نظام فدرالیزم است در او زمان ایشان بر علیه مردم جبهه گرفته بود و همون حرف طاقت و اشرف و یون را نشخار میکرد و میگفت که نظام فدرالی در افغانستان ممکن نیست و منجر به تجزیه افغانستان میشه حالی که موسم سالگرد شهادت شهید مزاری هست ایشان بری که اون حیثیت برباد رفته خود را ترمیم بکنه دوباره دست به دامان مزاری شده و از اعتبار ایشان میخواهد که سوی استفاده بکنه و باز هم خودش به عنوان یک مخ اینشتینی مطرح بکنه با نشر کردن این مسئله ایشان میخواهد بگه که من چقدر استاد و مورد تایید شهید مزاری بودم که تا هنوز استعدادم پنهان مانده و فرصت روشت نیافته ببینین افغانستان واقعا چقدر جای بدی هست که حتی سرور دانش که با عنوان بیبخارترین آدم در تاریخ بشریت مطرح هست و در بیبخاری میگه که کمربند مشکی داره همی آدم هم حقباز و فریبکار و استفاده جو شده چون روزها موسم سالیاد شهادت شهید مزاری هست بگذارین که, که دیگه از سخنان بسیار ارزشمند و بیدارگر ایشان را بازخانی بکنیم و این که ایشان در یکی از سخنرانه های خود خطاب به مردم هزاره گفت که نگذارین کسی با سرنوشت شما بازی بکنه ما در برنامه قبلی خود با گلایه از برخورد ما یعنی برخورد جامعه هزاره به سمبول مزاری گفتم که ما مردم فقط حرف ها و جملات قصار مزار رو حفظ کردیم و تکرار کردیم اما هیچ گاه متاسفانه به این حرف ها و به این گپ های بسیار مهم و حیاتی عمل نکردیم این گپ را هم مثل گپ های دیگه فقط تکثیر و تقدیر کردیم اما هیچ گاه بهش عمل نکردیم بهش توجه نکردیم ایشان با وضاحت تمام به ما و شما گفت که او مردم در برابر سرنوشت خود باید حساس باشین اگه میخواین که واقعا خوشبخت شوین باید بیدار باشین نگذارین که کسی با سرنوشت شما از هیچ آدرسی با سرنوشت شما بازی بکنه ما این حرف رو شنیدیم این حرف رو تکثیر کردیم نوشتیم تکرار کردیم اما در عمل چکار کردیم برعکس خواب ماندیم در برابر سرنوشت خود بی اعتنا و بی احساس بودیم همی سه نفر را گذاشتیم که با سرنوشت ما هر رقم که دل خودشان شد بازی بکنن گذاشتیم که ما را توهین و تحقیر بکنن گذاشتیم که همون تنها میراث مزار یعنی حزب وحدت برای منافع شخصی خودشان اون حزب را اینا و پارچه بکنن یک مرجع و آدرس قوی را به چندین آدرس ضعیف تبدیل بکنن گذاشتیم که اینها را که اینها این آدرس جمعی مردم ما را به های شخصی خود برای پر کردن جیبهای گشاد خود تبدیل بکنن و استفاده بکنن اگر ما و شما به حرف مزاری واقعا عمل میکردیم در برابر سرنوشت خود اندک حساس میشدیم و بیدار میشدیم از این فرصت بیست ساله که پیش آمده بود با این حجم قابل توجهی از نیروهای تحصیل کرده و منابع انسانی که در این مدت تولید شده بود در جامعه ما ما میتونستیم از این فرصت بهترین استفاده را بکنیم و امروز قدر بدبخت و بیپناه و بیچاره نبودیم هیچ کار دیگه را که ما, ما نمیتونستیم از این با استفاده از فرصت انجام بدیم حداقل به جای پارچه پارچه شدن یک مرجعی و یک آدرس واحد ایجاد میکردیم و یک اتاق فکر ایجاد میکردیم چون در افغانستان متاسفانه تمام تعاملات و برخوردها و رفتارها قومی و بر اساس زدوبندهای قومی شکل گرفته از این آدرس واحد ما میتونستیم که منسجمانه و متحدانه وارد تعاملات سیاسی شویم و این آدرس واحد به جامعه ما حیثیت و قدرت میبخشید اگرچه چه خوب ما قدرت نظامی نداشتیم مور خود را ما اول همین آقای خلیلی که رئیس اون پروژه دیدار بود تمام هزاره ها رو در قدم اول گرفت خل... سلاح کرد و تمام کسایی که اسلحه داشتن اونا حتی در برابر سلاحی که اونا تحویل دادن حتی یک رو پم نگرفتن اگر ما قدرت نظامی نداشتیم همه قدرت فرهنگی و رسانهی را که داشتیم و این میتونست که معادلات سیاسی را به نفع مردم ما تغییر بده ما و شما امروز میدانیم که زور و قدرت حرف اول را در جهان میزنه و زور و قدرت بر اساس سازمان و تشکیلات به وجود میاد حالا دل ما خوش است که میگم ده میلیون نمیدانم پانزده میلیونیم، نمی چند درصد این درصد اون درصدیم من فکر میکنم که تعداد اصلا مهم نیست تا زمانی که سازمان نباشه تعداد فقط یک تعداد است هیچ اهمیتی نداره همه زمانی که این تعداد سازما، سازماندهی شوه او زمان این تعداد میتونه مهم باشه این سازمان است که در واقع قدرت به وجود میاره نه تعداد این حضراتی که سهم هزاره ها را در طول این دو دهه قلقم کردن و برای خودشان شهرک و همسرا حم، و اینا ساختن کدام گام مفید را در راستای ساختن سرنوشت هزاره برداشتن هیچ گامی اینا نه تنها که این راست در این راستا کدام گامی بر نداشتن کدام کاری انجام ندادن بلکه در بسیار موارد اینها متاسفانه بر علیه مردم بر علیه شکل گرفتن چنین سازمان ها و ساختار هایی که تبدیل به یک مرجع واحد برای مردم ما شود بر علیه اونها عمل کردن ما و شما برخورد همین حضرات را که در جایگاه رهبری هزارها قرار داشتن در جنبش تبسم و روشنایی دیدیم که به خاطر چند لک دلاری که از طرف غنی فاشیست برشان داده می شد چطور اینا آمدن با بیشرمی تمام بر علیه مردم خود استاد شدن و نگذاشتن که جنبش‌ها ها پای بگیره این جنبش ها ریشه بدوانه جان بگیره و تبدیل به سازمان و ساختار واحد برای مردم هزاره شود شاید همهشان می دانستن که غنی یک فریبکار است یک دروغگو و دقلباز است غنی یک فاشست است حتی بعضی گفتند گفتن که ما می که غنی تفکر عبدالرحمن خانی دارد اینا شاید میفهمید که غنی یک همچین آدمی هست و از اینا داره سوء استفاده میکنه. شاید اینا میدانستن که روزهای بدی در انتظار مردم ما هست اما به خاطر حرص و طمع و دنیا پرستی و شهوت و شهرت طلبی که اینا داشتن همون چند لک دلار نقد را همون چند لک دلار ناچیز را بر سرنوشت مردم خود ترجیح دادن سوی تفاهم نشه من مشکل شخصی با هیچ کدام از این حضرات ندارم اینا را از نزدیک نمیشناسم مثلا اما عضوی از این جامعه هستم که این حضرات با سرنوشتش با سرنوشت یک کتله بزرگ انسانی و چند میلیونی اینا این سرنوشت اینا رو به چند لک دلار فروختن داشته های این داشته های بسیار ناچیز این مردم را اینا به خاطر پول به خاطر منافع شخصیشان از, 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 از بنیاد خراب کردن بنابراین این حق مسلم من و شماست که اعتراض بکنیم حداقل و واقعیت ها را همونطوری که هست بیان بکنیم با فرصتی که پیش آمده بود اینا میتونستن که گوتاق فکر درست بکنن اما نکردن حتی جوانان تحصیل کرده ای که بلی قربانگوی نبود و اینا را به او شکلی که هستن قبول نداشتن و مورد تعیین اینها نبود همون جوانها رو اینا نمیگذاشتن که رشد بکنن با تمام مدرک تحصیلات عالی کن ها داشتن سرگردان و بیکار میگشتن چون امتیاز هزاره در دیست از اینا بود کسی هم که واردی ساختار قدرت میخواست شوه باید از طریق از اینا باید مرفت. و اینا هر کسی را که مورد تاییدشان نبود اونا رد میکرد یه گپا را میگم که دلیل این که ما با این وضعیت و روزگار گرفتار شدیم تنها تقصیر فاشیزم افغانی نیست بیشتر تقصیر همین رهبران به اصطلاح قومی هست که در ضمن بیسوادی و حقارت سیاسی دوچار یک بیماری تمع و شهوت و شکمپرستی هم هستم حرس و طمع و شهوت و شهرتشان چنان حاد است که سرنوشت میلیون ها انسان فقیر و بدبخت و تحقیر شده تاریخی را در برابر چند لک دلار ناچیز یا چند میلیون دلار ناچیز اینا معامله کردن خب حالا چی باید کرد؟ چینه های یک ذره مسئله بسیار جالب داره که میگن هر بحران آبستن یک فرصت هم هست یعنی بحرانی که در افغانستان پیش آمده این بحران حامل یک فرصت باز هم طلایی هست که اگر ما بهش به عنوان یک فرصت نگاه بکنیم و درکش بکنیم او فرصت است که تمام ساختارهای قدرت سنتی در بین اقوام غیر افغان فرو ریخته و این کارتل ها و رهبران خودخوانده قومی که بر حسب حادثه سالها بر گرده و شانه های مردم سوار بودن به عنوان رهبر و امتیازات مردم را از آن خود میکردن اینا دیگه خلق قدرت شده اینا از افغانستان فرار کردند، اینا دیگه کسی نیستن یک خلاء به وجود آمده همونطور تو که ارز کردم برای هزارها حداقل این ها در طول این بیس سال نه تنها که هیچ کار مثبتی برای مردم هزاره انجام ندادن حتی به عنوان عوامل بازدارنده عمل کردن یعنی نگذاشتن که یک آدرس مشترک و یک آدرس و مرجع واحد ایجاد شود حالا همین آدم ها همین آدم ها و همین عوامل بازدارنده اینا خلق قدرت شدن و فراری شدن چه فرصت بهتر از این یه ای بهترین فرصت برای ایجاد یک آدرس واحد برای ما و شما هست که البته مسئله برای تاجیک ها و ازبکها ها و اقوام دیگه هم صدق میکنه بخصوص خصوص قوم تاجیک هم با سرنوشت مشابه قوم ازاره دوچار شده اونها همون رهبران پوشالی و کارتل های خودخوانده و رهبران قومی که خودشان خودشان را خدا میدانستن اونها خلق قدرت شدن امروز یک فضای بسیار خوب برای یک ایجاد یک گفتمان جدید با وجود آمده که ما باید از این فرصت استفاده بکنیم و نگذاریم که اشتباهاتی که تا حالی دامنگیری مردم ما بوده اونها دوباره تکرار شود اگر از اشتباهات گذشته خود درس نگیریم و به یک شکل شیوه جدید روی یک طرح جدید کار نکنیم مشکل ما دوباره تکرار خواهد شد ما میتونیم که تمام هزاره ها را با تمام تفاوت های مذهبی و ایدئولوژیکی و گرایش های سیاسی که دارن تمام این نیروها را بر محور یک وجه مشترک جمع بکنیم و امروز این فرصت از, از این بحرانی که در افغانستان پیش آمد خوشبختانه یک حس مشترک به وجود آمد که امروز مذهبی ها ها و هزاره های اهل سنت هزارهای های اسماعیلی همه اینها بیشتر به اون وجه مشترک فکر میکنن و در این حال با اقوام تحت ستم دیگه مثل تاجیک ها و ازبک ها اونایی که محروم هستن و همسرنوشت ما هستند با اونا وارد تعامل شویم در غیر و صورت همی آش و همی کاسه خواهد بود و ادامه خواهد داشت و در یک تحول دیگه که ممکن است پیش بیاید چون افغانستان جایی است که هرگز قابل پیش بینی نیست ممکنه که در یک آن واحد یک اتفاق بسیار کلان دیگه ای و تمام معادلات به هم برزه و بعد دوباره همی افراد به برگرده مردم سوار شوه و رهبران قومی بیان امتیازات قومی را از آن خود بکنن و دوباره ادامه بدن به پر کردن جیب خودشان ما و شما دیدیم که وقت زور آمد وقتی که افغانستان به دست طالبان تروریست سقوط کرد کدام یک از اینا در پیش کدام یک حتی از فامیلای از اینا در پیش طالبان باقی مانده هیچ کدامش همه ایشان با تمام فک و فامیل و اقاربی که داشتن کلشان از افغانستان فرار کردن و با تیاره متاسفانه در کشورهای جهان اول پناهنده شدن همین چند روز پیش در جای خواندم که آقای خلیلی با 90 نفر از از اقوام و از اقارب خود از بچه و از فامیلای خود به فرانسه پناهنده شده در حالی که هزاره ای که اینها را در اینجا رسان اونا بدبخت و بیچاره در, در تحت حاکمیت طالب زجر میکشن تحقیر میشن و اونایی هم که فرار کردن باید در مسیر راه غرق دریا شوند تو حیوانات وحشی در در جنگل در دریا ها شون با تمام بدبختی خود در اینجا برسن آخرش قبول نشن و اینا که در کل این مدت زمان مفت و مجانی بر گرده های مردم سوار بودن و امتیازات مردم را خوردن و حالی که شرایط هم پیش آمده اینا قشنگ با تیاره با تمام فک فامیل خود از ایران پرواز میکنن میان در فرانسه همین تراقای دانش همین تراقای محقق و هر کسی دیگه و تا زمانی که سطح آگاهی مردم بالانره تا زمانی که میزان حساسیت مردم نسبت به سرنوشتشان بالا نره متاسفانه همین دیگ و همین آشه یا همین آش و همین کاسه به قول معروف ادامه خواهد داشت